سلام، خوش اومدید به برنامه هشتگ ساعت 13 و 30 روز چهارشنبه. عیدتون مبارک. کاربران فضای توییتر با هشتگ نماز عید فطر از شوقشون برای اقامه نماز بزرگترین عید جهان اسلام به امامت حضرت آیت الله خامنه ای ولی امر مسلمین جهان نوشتند: عجب لطف و بهاری تو، عجب میر شکاری تو، در آن غمزه چه داری تو، به زیر لب چه میخوانی. هشتگ نماز عید فطر، هشتگ امام خامنه ای. از تمامی دست‌اندرکاران هوشمند و بصیر مراسم نماز عید فطر امسال ممنون که آقای میثم مطیعی رو تو مراسم راه ندادن و تشریف نداشت. هم خوش گذشت، هم مراسم از حالت حزبی و قبیله‌ای به یه مراسم مذهبی ملی تبدیل شد. اینقدر جمعیت لبریز بود که دم در مصلا اونم به زحمت سجاده رو پهن کردیم. کاربر دیگری نوشتن: زیبا نیست مصلای اصفهان، لایو اینستای مصلای تهران رو نشون میده. و یکی دیگه هم نوشته: من با استحلال و مستحلال کار ندارم، فقط وقتی روزم رو میشکنم که حضرت ماه خودمو ببینم. هشتگ نماز عید فطر. ای یادگاران امام، برگردید باز به سیره امام. هشتگ نماز عید فطر. اشاره داره به صفحه اول نماز که سید احمد خمینی اونجا بود. و کاربر دیگه هم نوشته: در جنگ از اسلحه قناصه یا همون تک تیرانداز جهت نقطه زنی و زدن اهداف مهم استفاده میشه. اسلحه‌ای که تو این عکس میبینید در دست رهبره. هشتگ قناصه رهبری. این که مقام معظم رهبری تو هر صحبت و مراسمی اینقدر بر موضوع جوانان تاکید میکنه و مثلا میشه موضوع اوله خطبه اول نماز عید فطر، معنیش اینه که داریم توی یه دوره بسیار مهمی از یه نسل به نسل بعد در بین مسئولین سیر میکنیم. و عکسی هلیشاتی از شکوه حضور با هشتگ نماز عید فطر. البته اینجا نیشابوره. و یکی دیگه هم نوشته: به قول حسام الدین آشنا، راهی که باید رفت برای ژن خوب نمود کردن. هشتگ نماز عید فطر. و اونجا هم میبینید تو صفحه اول همه کاربران توییتری اشاره دارن که ایشون نه جز مسئولین ارشده و نه پست و مقامی داره که حالا اومده تو صفحه اول واستاده. با هشتگ سید احمد خمینی هم میتونید اینو تو توییتر پیدا کنید. گفتن آقا زادن چیکارن، میخوام به زور خودشونو قاطی آدم بزرگا کنن. این بود از هشتگ های امروز که آخر ماه رمضان شد. فردا دیگه با خیال راحت برین تو خیابون، هرچی دوست داریم بخورین و بیاشامید، ولی اسراف نکنید. تا فردا ساعت 8 صبح.